دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما قصد داریم در 3 قسمت اتفاقات بعد از فروپاشی شوروی رو تعریف کنیم. این ویدیو قسمت اول از داستان بعد از فروپاشی شوروییه. میخوایم ببینیم بعد از اینکه شوروی به طور کامل از بین رفت چه اتفاقاتی واسه کشورهایی افتاد که از شوروی جدا شدن، و مسلما تمرکز بیشترمون بر روی روسیه است که به هر حال در مرکز قدرت شوروی قرار داشت. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ قسمت اول از داستان بعد از فروپاشی شوروی. هر زمانم که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید یه سر به کامنت اول بزنید. کامنت اول مال خودمه، پین کردم آوردم بالا، و هر موقع هر 3 قسمت تکمیل شد لینک هر 3 قسمت رو در کامنت اول هر 3 تا ویدیو خدمتتون میذارم. بریم به سراغ قسمت اول از داستان بعد از فروپاشی شوروی. در یه نظام کمونیستی مردم در زمین‌ها و کارخانه‌های دولتی کار می‌کنن. کمونیست‌ها معتقد بودند سرمایه‌داران خون کارگران رو می‌مکن و از مردم معمولی سوء استفاده می‌کنن. اونا معتقد بودند اگر نظام کمونیستی در جهان پیاده بشه، به یک جامعه آرمانی و به یک بهشت برین می‌رسن. اما همینطور که زمان می‌گذشت، مردم شوروی هم کم کم ایمانشون رو به این بهشت برین از دست دادن. در سیستم تماما دولتی شوروی عملا هیچ کس انگیزه‌ای برای پیشرفت نداشت. این بی انگیزگی رو میشد در تمامی تولیدات اون روزهای شوروی مشاهده کرد. تقریبا کیفیت هیچ چیز خوب نبود. بیشترین علت آتش سوزی منازل در شوروی داغ کردن و منفجر شدن تلویزیونا بود. با وجود منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی بی پایان اونها، فقر و قحطی سراسر کشور رو فرا گرفته بود. عملاً هیچ کس هم نمیدونست چطور میشه مشکلات رو برطرف کرد. غربی‌ها معتقد بودن نظام کمونیستی و دولتی بودن اقتصاد باعث میشه کیفیت همه چیز در شوروی فاجعه بار باشه. در غرب اوضاع احوال اقتصادی خوب بود، ولی اختلاف طبقاتی زیادی وجود داشت. اصلاً کمونیست‌ها برای همین اختلاف طبقاتی انقلاب کرده بودن. قرار بود اختلاف طبقاتی برچیده بشه و همه مردم با هم در رفاه و ثروت زندگی کنن. در شوروی وعده اول یعنی حذف اختلاف طبقاتی واقعا محقق شده بود، ولی به جای اینکه مردم در رفاه باشن، همشون دچار یک فقر و قحطی بزرگ شده بودن. در واقع وعده بهشت بزرگ برای همه تبدیل شده بود به جهنم بزرگ برای همه. در 11 مارچ 1985 میخائیل گورباچوف رهبر حزب کمونیست شوروی شد. خبرهایی که از سراسر شوروی به گورباچوف میرسید حاکی از این بود که شوروی در حال فروپاشیه و هیچ چیز درست عمل نمیکنه. تمام صنایع بزرگ در حال ورشکستگی هن و دیگه روی سیاستمدارایی که تا حالا این سیستم رو مدیریت میکردن هیچ حسابی نمیشه باز کرد. مردم تمام باورشون رو به بهشت کمونیستی از دست داده بودن. کم کم جرقه ها و اعتراضاتی از بعضی از معادن به چشم خورد. معادنی که اکثرا در سیبری بودن و چند هزار کیلومتر از مسکو فاصله داشتند. گورباچوف هنوز به بهشت کمونیستی اعتقاد داشت، ولی معتقد بود شوروی نیاز به اصلاحات اساسی و سفت و سخت داره. در سال 1986 گورباچوف از کارخانه اتومبیل سازی تولیاتی دیدن کرد. در اونجا گورباچوف از طرح اصلاحات اقتصادی خودش رونمایی کرد، طرحی که به پرسترویکا یا بازسازی معروف شد. قرار بود اختیارات و آزادی‌های بیشتری به مدیران کارخانه‌ها و صنایع داده بشه. گورباچوف قصد داشت با این طرح کم کم اقتصاد دولتی و سوسیالیستی شوروی رو به سمت اقتصاد سرمایه‌داری و آزاد غربی سوق بده. قرار بود از این به بعد اقتصاد کمونیستی شوروی رو خود مدیران کارخونه ها اداره کنن، یعنی دیگه صنایع از مسکو اداره نشه. کارگران معادن عملا دست از کار کشیده بودن و جز ودکا خوردن کار دیگه ای نداشتن. در فضا اوضاع کمی متفاوت بود. ایستگاه فضایی میر همچنان در حال ساخت بود. قرار بود این ایستگاه فضایی پایگاه شوروی برای اکتشافات بیشتر در منظومه شمسی باشه.
مدیران صنایع بزرگ مطمئن بودند که با این اصلاحات جدید امکان نداره بشه دوباره کارخونه ها رو سرپا کرد. اونا هیچ امیدی به این اصلاحات نداشتن. میدونستن وضعیت چقدر اسفناکه. اونا با اینکه میدونستن امیدی به زنده کردن این صنایع در شوروی نیست، از اصلاحات گورباچوف شدیداً استقبال کردن. حالا دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که اونا یه نقشه شومی در سر داشتن. این اصلاحات فرصت بی‌نظیری به مدیران صنایع میداد، چون حالا میتونستن با این امتیازات و اختیاراتی که گورباچوف بهشون داده بود از کارخونه‌های دولتی اختلاس کنن و اموالش رو غارت کنن. بیشتر به فکر جیب خودشون افتاده بودن. میلیون‌ها شهروند شوروی سال‌ها در صف انتظار برای تحویل گرفتن یک عدد ماشین از کارخونه‌ها بودن، یک دونه اتومبیل از کارخونه‌ها. اما با این اصلاحات جدیدی که اتفاق افتاده بود، مدیرا به جای اینکه تولیدات رو ببرن بالا و ماشین‌ها رو به مردم تحویل بدن، پشت پرده با دلالا بستن. هزاران ماشین هر ماه از کارخونه‌ها به دلال‌ها تحویل داده می‌شد. گنگ‌ها، قاچاقچیان و دسته‌های خلافکار زیادی در صنعت اتومبیل شوروی پدیدار شدند و مدیران کارخونه‌ها در سود این دلالی‌ها با این تبهکارا شریک بودند. یه اتحاد جدید بین خلافکاران و حزب کمونیست ایجاد شده بود. هفت سال پیش شوروی برای نجات رژیم کمونیستی در افغانستان اون کشور رو اشغال کرده بود، اما کل کشور تبدیل به یک میدون جنگ وحشتناک بین روس‌ها و چریک‌های مجاهدین شد. هواپیماها و هلیکوپترهای روسی توسط موشک‌های آمریکایی نابود می‌شدند. موشک‌هایی که توسط CIA به مجاهدین داده شده بود. تلفات روس‌ها بسیار بالا بود. در ماه آوریل دو انفجار وحشتناک در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین رخ داد. مقامات برای حفظ آبروی نظام کمونیستی سعی داشتن خبر این فاجعه را از مردم پنهون کنند. همین کار باعث شد هزاران نفر بر اثر تشعشعات هسته‌ای جونشون رو از دست بدن. در این دو سالی که تعریف کردیم، یعنی 1985 و 1986، کاملا مشخص شده بود که پروستورویکا یا همون اصلاحات گورباچوف اصلا کار نمی‌کنه. بسیاری از محصولات کارخونه‌ها قبل از این که توسط این کارخونه‌ها به مغازه‌ها برسن یا دزدیده می‌شدن یا احتکار می‌شدن. یک قحطی وحشتناک سراسر خاک شوروی رو در بر گرفته بود. گورباچوف قصد داشت یک مقدار از سیستم سرمایه‌داری رو در نظام کمونیستی پیاده کنه، چون وقت مردم میتونستن فروشگاه‌های خودشون رو تأسیس کنن. برای اولین بار بعد از 70 سال مردم میتونستن از فروش جنس‌ها سود کنن. گورباچوف معتقد بود این تنها راه نجات کمونیسم در جهانه. جنگ در افغانستان همچنان برقرار بود، ولی هیچ امیدی به جبهه‌ها نمی‌رفت و سربازان روس فقط تسلیم می‌شدن. یکی از کشورهای بلوک شرق لهستان بود. در لهستان مردم به خیابون‌ها ریختند و خواهان دموکراسی و استقلال شدند. در سیستم کمونیستی شوروی هیچ سود و زیانی در اقتصاد و معاملات وجود نداشت. صنایع با یک ارز ساختگی به نام نانکش با هم دیگه مبادله می‌کردند. مالکان فروشگاه‌های تازه تأسیس می‌تونستن این نانکش‌ها رو به پول واقعی تبدیل کنن. یک کمونیست جوان به نام میخائیل خودورکوفسکی تصمیم گرفت از این فرصت پیش اومده نهایت استفاده رو ببره. اون یک تعاونی راه انداخت و این نانکش ها رو از صنایع قدیمی خرید و از طریق گاسبنک، تنها بانک موجود در تمام اتحاد جماهیر شوروی، اونها رو تبدیل به پولهای واقعی کرد. خودورکوفسکی میلیون ها دلار سود کرد، اونم بدون اینکه اصلا کاری انجام بده. یک اصطلاح جدید در فرهنگ لغت شوروی ظهور کرد. اولیگارش. اولیگارش ها میلیاردرهایی بودند که بعد از آزاد شدن اقتصاد در شوروی از طریق فساد در سیستم میلیاردر شدند. خودورکوفسکی اولین اولیگارش در شوروی بود. اوضاع اقتصادی در شوروی وحشتناک بود. با آزاد شدن فضای اجتماعی بسیاری از مردها از آمریکا و اروپای غربی به موسکو می رفتن تا با کمترین هزینه
از دخترهای روس استفاده کنند. کم کم این مدل درآمدزایی داشت به یک بیزینس پرسود بین دختران روسی تبدیل می شد. وضعیت جبهه‌ها در افغانستان فاجعه بار بود. تلفات روس‌ها باور کردنی نبود. گورباچوف دستور خروج نیروهای روس از افغانستان رو صادر کرد. اونا از مجاهدین شکست خورده بودند. کارخانه اتومبیل‌سازی تولیاتی دچار آشوب وحشتناکی شده بود. گنگسترها در سالن‌های کارخانه همدیگر رو می‌کشتن تا کنترل ماشین‌های تولیدی رو به دست بگیرن. بوریس برزوفسکی دانش آموخته برنامه ریزی اقتصاد و نظریه بازی بود. اون به مدیران طرحی رو پیشنهاد داد تا بتونن دوباره کنترل اوضاع رو در کارخونه ها به دست بگیرن. قرار بود دزدی از کارخونه ها به شکل سیستماتیک و طبق اصول علمی انجام بشه تا هرج و مرج کنترل بشه. هر ماه برزوفسکی ده ها هزار اتومبیل رو از کارخونه تحویل می گرفت و طبق فرمول هایی اونها رو بین گروه‌های خلافکار و سازمان یافته در سراسر شوروی تقسیم می‌کرد. برزوفسکی تبدیل به دومین اولیگارش در روسیه شد. در سال 1989 شوروی ماهواره فوبوس 2 رو برای تحقیق درباره مریخ به فضا فرستاد. اونا هنوز در علوم فضایی ابرقدرت بودند. طبق برنامه پروسترویکا قرار بود به جمهوری‌هایی که در امپراتوری شوروی قرار داشتند قدرت و آزادی‌های بیشتری داده بشه. ولی این آزادی‌ها فقط باعث به وجود آمدن قوم‌گرایی و ملی‌گرایی در بین این جمهوری‌ها شد. حالا همه اونا میخواستن از شوروی جدا بشن. یک تظاهرات برای استقلال در تفلیس پایتخت گرجستان رخ داد. گورباچوف وحشت کرد و به نیروهای روس دستور داد تا این تظاهرات رو سرکوب کنند. نیروهای روس با خشونت فراوون به اعتراضات گرجستان پایان دادند. در لهستان و آلمان شرقی هم اعتراضات بالا گرفته بود و کارگران معادن دست به اعتصابات گسترده زدند. در ارمنستان یک جنگ تمام عیار بین جدایی طلبان و نیروهای حکومتی در گرفته بود. یلتسین زمانی بزرگترین دوست و متحد گورباچوف بود. اما حالا فهمیده بود که پروسترویکا فقط داره شرایط رو بدتر میکنه. یلتسین معتقد بود تنها راه نجات روسیه اینه که به طور کامل به نظام کمونیستی پایان داده بشه. در عوض دموکراسی و کاپیتالیسم جایگزینش بشه. اعتراضات ضد کمونیسم به مسکو هم کشیده شد. هدف سیستم شوروی این بود که یک جامعه منظم و منطقی رو به وجود بیاره. تمام کارخونه ها باید طبق یک برنامه تعیین شده تولیداتشون رو به جامعه عرضه می کردن. برنامه‌ای که توسط کمیته برنامه ریزی کشور از مسکو تعیین می شد. به این کمیته در اصطلاح گاز پلن میگفتن. گاز پلن تعیین میکرد که هر شخص در شوروی چه چیزایی نیاز داره. 50 سال بود که گاز پلن همه چیز رو در شوروی برنامه‌ریزی میکرد. در حد این قضیه سفت و سخت بود که حتی راننده تاکسی ها حق نداشتن بیشتر از مقدار تعیین شده رانندگی کنن. کارخونه‌ها موظف بودن فقط به اندازه‌ای که گاز پلن بهشون گفته مواد تولید کنن. مردم مجبور بودن فقط به همون اندازه‌ای که گفته شده بود مصرف کنن. اما دیگه این سیستم کاملا مضحک و ناکارآمد به نظر می رسید. اصلاحات و آزادی‌های گورباچوف منجر به اعتراضات گسترده در شرق اروپا شد. در 9 نوامبر اعتراضات در برلین منجر به فروپاشی دیوار برلین شد. کشورهای اروپای شرقی هم دیگه کاملا از کنترل مسکو خارج شده بودن. گورباچوف هنوز معتقد بود که میتونه کمونیسم رو زنده نگه داره و نذاره شوروی فرو بپاشه. اون قصد داشت اصلاحاتی رو این بار در گاسپلن ایجاد کنه. به مقاماتی که سیستم شوروی رو اداره میکردن نومن کلاتورا گفته میشد
یلتسین معتقد بود نومنکلاتورا تبدیل به یک طبقه جدید شده که فقط به فکر منافع خودشونن و به هیچ چیز ایمان ندارن. اون معتقد بود سیستم شوروی تبدیل به یک سیستم مضحک شده که داره به سمت نابودی پیش میره. یلتسین که به ادامه حیات کمونیسم هیچ امیدی نداشت، فکرهایی برای آینده روسیه در سر داشت. در جولای 1990 یلتسین اعلام کرد که قصد داره از حزب کمونیست کناره گیری کنه. اون گفت که از این به بعد میخواد در خدمت مردم و خواسته های مردم باشه. گورباچوف تصمیم گرفت یک تغییر رادیکال در برنامه کمونیسم ایجاد کنه تا شوروی فرو نپاشه. اون برای این کار مبدأ انقلاب کمونیستی شوروی رو انتخاب کرد، یعنی لنینگراد. نقشه این بود که تمام برنامه‌های تولیدی کارخونه‌ها در سراسر شوروی این بار به وسیله کامپیوتر و منطق انجام بشن، چون تا قبل از اون دستی و کاغذی بود. هنوز کامپیوتر وارد ساختار سیاسی و دولتی شوروی نشده بود. قرار بود برنامه‌های گاسپلن رو کامپیوترها به طور دقیق محاسبه و اعلام کنن. یه اسمی هم واسش گذاشته بودن و بهش تشدید 90 یا اینتنسیفیکیشن 90 میگفتن. یه مقدار پیچیده شد من الان توضیح بدم که دقیقاً چه اتفاقاتی داشت میافتاد. اون زمان همه چیز کاملاً کاغذی بود و هنوز کامپیوتر رو روی کار نیاورده بودن. به عنوان مثال ما قبل‌تر گفتیم یه چیزی بود به اسم گاسپلن. گاسپلن تعیین می‌کرد مثلا مردم تاجیکستان چه می‌دونم 3000 تا سوزن نیاز دارن. کارخونه موظف بود این 3000 تا سوزن رو تولید کنه، نه بیشتر نه کمتر. اینا رو روی کاغذ می نوشتن و بایگانی می کردن. حالا کافی بود اون فردی که مسئول این کاره حال و حوصله نداشته باشه یا تو محاسباتش اشتباه کرده باشه. همین قضیه باعث میشه کارخونه رو به ورشکستگی بره و مثلا مردمی هم که در تاجیکستان یا حالا هر قسمتی از شوروی هستن به سمت قحطی برن، چون سوزن کافی یا برنج کافی، هر نوع محصولی به اندازه کافی به دستشون نرسه. همین قضیه باعث میشد که تعادل در جامعه از بین بره. گورباچوف حس کرد یکی از دلایلی که باعث شده تو بعضی از بخش‌های شوروی قحطی باشه و جنس کم بشه به خاطر اینه که این گاسپلن داره هنوز دستی کار میکنه و مثل غربی‌ها با کامپیوتر کار نمی‌کنن. به همین دلیل گفت حالا ما باید سیستممون رو کامپیوتری کنیم. تو هر اداره‌ای، تو هر شرکتی که مال شورویه کامپیوتر باید بیاد و تمامی کارمندان شوروی هم باید یاد بگیرن با این کامپیوترها کار کنن. همین کامپیوتر رو داشته باشید، چون همین کامپیوتر تبدیل به یکی دیگه از بحران‌های سیستم شوروی شد. در منطقه قره‌باغ در مرز آذربایجان و ارمنستان تنش‌های مرزی به یک جنگ خونین تبدیل شد. نیروهای آذربایجان قصد داشتن ارامنه را از این منطقه بیرون کنن و کنترل منطقه را به دست بگیرن. شوروی از 15 جمهوری تشکیل شده بود و حالا هر کدوم از این جمهوری‌ها خواهان استقلال بودند. در همه جا تظاهرات ضد نظام کمونیستی به چشم می‌خورد. اصلاحات گورباچوف دیگه کارساز نبود. مردم هم خیلی بهش پایبند نبودن. یه جورایی خود جامعه سیستم شوروی رو کنار گذاشته بود. یه اتفاقی که در جامعه افتاده بود این بود که یک سیستم پنهانی جدید در بین مردم رشد کرد که ربط چندانی به دولت نداشت. تعاونی‌های خصوصی شروع به خرید ارزون قیمت نفت از صنایع دولتی کردند. اونا به مقامات رشوه میدادن و نفت روسیه رو قاچاق میکردن. نفت ارزون قیمت روسیه به قیمتی گزاف در بازار آزاد فروخته میشد. قاچاقچیان با این پولای هنگفت شروع به خریدن کامپیوترهای ارزون قیمت و دست دوم از آمریکا کردن. بعدم دوباره همین کامپیوترها رو به قیمت بالا به اداره های دولتی شوروی فروختن. هم چند دقیقه قبل گفتیم تمام کارهای دولتی در شوروی باید با کامپیوتر انجام میشد و این اداره ها شدیداً به کامپیوتر نیاز داشتن. افراد سودجو چیکار کردن؟ با پولی که از فروش نفت روسیه به دست آوردن که اونم قاچاق بود کامپیوتر خریدن و این کامپیوترها رو به قیمت خیلی گرونی به اداره های شوروی فروختن و دوباره بیشتر پول به دست آوردن. این پول باید از چشم کاگبه دور میموند. خیلی زود استعداد روس‌ها در پولشویی خودش رو نشون داد. الکساندر اسمولنسکی یک شبکه بسیار پیچیده را طراحی کرد تا این پول را از چشمان مقامات پنهون نگه داره. اون اسمش رو بانک خصوصی گذاشت. اسمولنسکی تبدیل به اولین بانکدار و
و سومین اولیگارش در روسیه شد. هر کاری که انجام میشد تو شوروی جواب نمیداد، نه اصلاحات نه هیچ تغییر دیگه. همه اینا به کنار، برنامه تشدید 90 هم کم کم داشت یه فاجعه دیگر رقم میزد. هزاران تن محصولات و تولیدات به مکانهای اشتباه فرستاده میشدند و در بسیاری از شهرها هیچ ماده خوراکی پیدا نمیشد. روس‌ها برخلاف آمریکایی‌ها اصلا تجربه‌ای هم تو استفاده از کامپیوتر نداشتند. مردم و مقامات در این شهرهای قحطی زده از یلتسین حمایت کردند. اونا معتقد بودند همه با هم باید به جنگ با نظام کمونیستی برن. در 7 اکتبر 1990 به رسم همه ساله برای گرامیداشت سالگرد انقلاب کمونیستی یک رژه نظامی در میدان سرخ مسکو در حال انجام بود. در این راهپیمایی مردم علیه گورباچوف شعار دادند و حتی یک نفر سعی داشت گورباچوف را ترور کنه. دو گلوله به سمت گورباچوف شلیک شد اما بهش اصابت نکرد. این مراسم و اتفاقات اون کاملا نشون میداد که مردم تا چه حد از سیستم کمونیستی نفرت دارن. در همون روز یلتسین با هوادارانش به جای راهپیمایی برای بزرگداشت کمونیسم یک راهپیمایی برای دموکراسی صورت داد. راهپیمایی سال 1990 آخرین راهپیمایی برای بزرگداشت انقلاب کمونیستی در شوروی بود. در این زمان اولین شعبه مک‌دونالد در مسکو بازگشایی شد. حضور برندهای غربی در شوروی غیرقانونی بود، اما اصلاحات گورباچوف این مانع رو برداشت. هزاران نفر در صفهای طولانی به استقبال مک‌دونالد رفتند. در 11 مارس لیتوانی رسما استقلالش را از شوروی اعلام کرد. در استونی و لتونی هم سیستم کمونیستی کنار گذاشته شده بود و درخواست استقلال از شوروی را داشتند. لیتوانی به طور کامل از حکومت شوروی مستقل شده بود، اما گورباچوف نیروهای شوروی رو به لیتوانی فرستاد تا این قیام رو سرکوب کنه. اونا به سرعت کنترل مراکز دولتی رو به دست گرفتن و بعد با خشونت فراوون مردم رو سرکوب کردن. گورباچوف اعلام کرد نمیذاره شوروی فرو بپاشه، ولی همه جمهوری‌ها از این به بعد میتونن رئیس جمهور خودشون رو داشته باشن. همه جمهوری‌ها از جمله بزرگترینشون یعنی روسیه. بوریس یلتسین نامزد ریاست جمهوری روسیه شد. اون اعلام کرد اقتصاد برنامه ریزی شده توسط گازپلن جنایت علیه مردم روسیه است. در واقعیت هم همینطور بود. اقتصاد برنامه ریزی شده و سوسیالیستی شوروی به یک فاجعه ختم شده بود و میلیون ها نفر رو به کام فقر و گرسنگی کشونده بود. یلتسین وعده داد که مردم رو از دست دیکتاتورهای کمونیست نجات میده. در ماه جولای یلتسین به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. سیاستمداران شوروی به وحشت افتادند که یلتسین حتما میخواد روسیه رو از شوروی جدا کنه. در این صورت دیگه عملا چیزی از شوروی باقی نمیموند و تمام قدرتشون یک شبه از بین میرفت. علاوه بر اون قدرت سران ارتش شوروی هم به پایان میرسید. این کمونیست های کهنه‌کار تصمیم گرفتن قبل از اینکه دیر بشه یک کاری بکنن. در 19 آگوست 1991 یک گردان بزرگ از تانک های ارتش مسکو رو اشغال کرد. رهبران نظامی قصد داشتن کمونیسم رو نجات بدن. یک گردان 4000 نفری به همراه صدها تانک جنگی مسکو رو اشغال کرده بودند. تندروها به همراه کاگبه و ارتش شوروی دست به یک کودتا زدن تا کنترل کشور رو به دست بگیرن. اونا قصد داشتن گورباچوف رو مهار کنن تا نتونه با اصلاحاتش کمونیسم رو در شوروی از بین ببره. گورباچوف در اون دوران به همراه خانواده‌اش داشت تعطیلاتش رو در کریمه می‌گذروند. رهبران کودتا ویلای گورباچوف رو محاصره کردند و اون رو به حبس خانگی بردند. کودتاچی‌ها امیدوار بودند بوریس یلتسین به اونا ملحق بشه. اما یلتسین نپذیرفت و مردم رو به یک اعتصاب سراسری فراخوند. به ساختمان مجلس روسیه کاخ سفید گفته می‌شد. یلتسین دستور تشکیل یک دولت موقت در کاخ سفید رو داد. بعد هم از همه مردم خواست تا به ساختمان مجلس میان و از مجلس محافظت کنند.
بیش از 100,000 نفر در اطراف کاخ سفید جمع شدند. پرچم کمونیسم از بالای مجلس به پایین کشیده شد و به جاش پرچم روسیه برافراشته شد. تانک‌های ارتش به کاخ سفید رسیدند، اما توسط مردم متوقف شدند. سربازان شروع به شلیک به سمت مردم کردند و تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. با این حال ارتش نتونست از پس مردم بر بیاد و به ناچار تانک‌های خودش رو به عقب برد. کودتا با شکست مواجه شد. در حین این آشوب قدرت اولیگارش‌ها همچنان در حال گسترش بود. بانک خصوصی که الکساندر اسمولنسکی زده بود حالا میلیاردها روبل تراکنش داشت. در این دوران هیچ دلیل منطقی برای سرمایه گذاری در روسیه وجود نداشت. کشور بسیار بی‌ثبات شده بود و صنایع رو به فروپاشی بودن. اسمولنسکی تمام پولهایی رو که مردم در بانکش میذاشتن تو کشورهای غربی سرمایه گذاری میکرد. اسمولنسکی آغازگر روند فرار سرمایه از روسیه بود، چیزی که نه کمونیسم و نه دموکراسی نمیتونست جلوشو بگیره و هیچ راهی هم برای مهارش وجود نداشت. حزب کمونیست هنوز سر کار بود، ولی در بین مردم تبدیل شد به نماد اختلاس، خشونت و وحشت. دیگه کمونیست خطاب کردن یک نفر یه جورایی توهین و ناسزا بین مردم روسیه به حساب میومد. کودتای ارتش شکست خورده بود و گورباچوف به مسکو برگشت. اون در 23 آگوست 1991 به مجلس روسیه رفت تا از مردم و مقامات برای حمایتشون تشکر کنه و دوباره کنترل اوضاع رو به دست بگیره. اما یلتسین گورباچوف رو مقصر اصلی کودتا معرفی کرد. اون اعلام کرد مجلس روسیه به فعالیت حزب کمونیست پایان داده. حزب کمونیست هنوز در شوروی حاکم بود، ولی دیگه هیچ قدرتی نداشت. در 22 آگوست 1991 طرفداران یلتسین به ساختمان مرکزی کاگبه رفتند و مجسمه فیلیکس ژرژینسکی بنیانگذار چکا رو سرنگون کردند. چکا یا کمیسیون بایستار وظیفه حفاظت و دفاع از انقلاب رو بر عهده داشت و کار اصلی اون دستگیری، شکنجه و قتل مخالفین نظام بود. در ماه سپتامبر ژنرال جوهر دودایف تصمیم داشت منطقه چچن رو مستقل اعلام کنه. اون با همکاری یکی از خشنترین گروه‌های خلاف در منطقه یک گروه نظامی برای چچن تشکیل داد. صدها قاتل خطرناک از زندان‌های چچن فراری داده شدند و به استخدام دودایف در اومدن. بعد از شکست کودتا در روسیه این بار نوبت اوکراین بود که شلوغ بشه. اوکراینا به خیابون ریختن و خواستار استقلال کشور از سیستم کمونیستی شدن. کیف یکی از مقرهای اصلی کاگبه بود، اما به یک بار رهبر حزب کمونیست در اوکراین به سمت ملیگراها متمایل شد. لئونید کرافچوک اعلام کرد از استقلال اوکراین حمایت میکنه، ولی خودش در رأس امور میمونه. اون به تمامی ساختار قدرت در نظام کمونیستی اوکراین برچسب ملی زد. عملاً هیچ چیزی تغییر نکرده بود، فقط قدرت لئونید کرافچوک از مسکو مستقل شده بود. سیستم شوروی در اوکراین بدون تغییر موند، ولی به عنوان یک دولت ملی به مردم معرفی شد. همین تغییر نکردن ساختار کمونیسم در اوکراین باعث شد تا سالهای بعد ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی شوروی همچنان در اوکراین ادامه داشته باشه. مشابه همین اتفاق در قزاقستان افتاد. نورسلطان نظربایف رهبر حزب کمونیست در قزاقستان بود. در نوامبر 1991 اون خودش رو نامزد ریاست جمهوری در کشور مستقل قزاقستان عنوان کرد. اما تنها کاندیدا خودش بود و با 95% آرا رئیس جمهور شد. بدین ترتیب مثل اوکراین در قزاقستان هم چیزی تغییر نکرد، فقط کشور مستقل شده بود. در مسکو حزب کمونیست تمام قدرتش رو از دست داده بود، اما یک خلأ ایدئولوژیک وجود داشت. در این زمان میخائیل خودورکوفسکی اولین اولیگارش روسی هم بانک خصوصیش رو تأسیس کرد.
اون در سال 1991 مانیفست خودش رو هم برای آینده روسیه منتشر کرد. اسم این مانیفست انسان با یک روبل بود. پیام این مانیفست این بود که همه ایدئولوژی‌ها خطرناک هستن. اصلا فرقی نمی‌کنه اون ایدئولوژی چی باشه. همشون خطرناکن، حتی دموکراسی. و به تنها چیزی که میشه اعتماد کرد فقط پوله. اون در مانیفستش اینطور نوشت: خدای ما اعلی حضرت پول است. اوضاع و احوال چچن هر روز داشت بدتر میشد. در چچن جدایی طلبان ساختمان مرکزی حزب کمونیست در گروزنی رو اشغال کردند. نیروهای دودایف به سرعت کنترل تمام شهر رو در دست گرفتند. نیروهای ارتش سرخ که به خاطر کودتای ناموفق تحقیر شده بودند، عملاً هیچ قدرتی نداشتند. یلتسین فهمیده بود که الان بهترین موقع برای پایان دادن به اتحاد جماهیر شورویه. اون سران بلاروس و اوکراین رو به شکار در جنگل بلاویژ دعوت کرد. در اونجا مدارکی رو آماده کرد تا هر سه امضا کنن و به اتحاد جماهیر شوروی پایان بدن. یلتسین درباره این نشست چیزی به گورباچوف نگفت، اما قبلش به جورج بوش رئیس جمهور آمریکا اطلاع داده بود. با امضای قرارداد بلاویژ، گورباچوف حالا رهبر چیزی بود که اصلا وجود نداشت. Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. Говорю, это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Стыдобище. Так что это нечисто вообще. Это мораль. Шушкевич меня ставит в известность. А Борис Николаевич разговаривает с Бушем. وقتی یلتسین موضوع رو به گورباچوف اطلاع داد، گورباچوف بسیار خشمگین شد و با عصبانیت به یلتسین گفت: فقط بگو من باید الان جواب مردم رو چی بدم؟ یلتسین هم جواب داد: بهشون بگو از الان به بعد من جای تو رو در روسیه میگیرم. گورباچوف به اتاق کوچک شخصیش در کرملین رفت و به گزارش نزدیکانش تا ساعتها صدای گریش از پشت در شنیده می شد. و این پایانی بر 70 سال امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی بر نیمی از جهان بود. ما هم در اینجای کار که امپراتوری شوروی فروپاشیده، قسمت اول از داستان بعد از فروپاشی رو به اتمام می رسونیم. خیلی زود برمی گردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون میکنم.